در این هوای آفتابی برلین بار دیگر فرصتی فراهم اومد بتونم در خدمت دوستان عزیز باشم در این موبت میخوام به نگاه اسلام به زنان بپردازم اگر راستش رو هم بخواید من این موضوع و این نگاه رو از کلاب هاوس وام گرفتم چندی پیش در این فضا گوش میکردم گفتگو دوستان رو گاهی اوقات در این گفتگو شرکت میکردم و مباحث بسیار زیادی بر سر نگاه اسلام به زنان و تبعیض علیه زنان در اسلام شده بود حالا مبلغان دین بودن در اونجا دفاع میکردن از نگاه اسلام شیعیان بودن بیدین ها بودن بادین ها بودن بهایان بودن و طیف های مختلف اندیشه‌ای در اونجا صحبت میکردن. و من گفتم بد نیست که در این رابطه صحبتی داشته باشم ولی سعی کردم تا اونجایی که میشه یک نگاه جدیدی به دست بدم و از یک منظر دیگری به قضیه نگاه کنم نخواهم حالا قرآن رو باز کنم و مباحث آیات قرآن رو مطرح کنم که گفته زنان رو بزنید و زنان مردان بر زنان قیومیت دارن برتری دارن و چیزهای از این دست که از اینها بگذریم چون این صحبت ها بسیار زیاد شده در این ده 15 سال اخیر که این مبلغان دین هم راه فرار رو خوب یاد گرفتن بذارید حالا پیش از اینکه بخوایم وارد مبحث بشیم همونطور هم که میبینید جلوی روی شما تصویر آقای خمینی است قرار از منظر آقای خمینی وارد قضیه بشم حالا اگر بنایی شد در این رابطه صحبت های مفصلی هم خواهم کرد در رابطه با زنان و این رو میخوام به دوستان بگم که گفته گو در فضای کلاب هاوس بسیار عالی است یعنی باعث برخورد این اندیشه ها میشه بعد چیزهای جدید یاد میگیره یعنی خود من باور کنید تو این چند وقت چیزهای جدید یاد گرفتم موضوعات جدیدی به ذهنم رسید یکیش همین که دارم برای دوستان توضیح میدم و صحبت میکنم در این کلیپ ولی یک بدی داره که من نیک... چون نگاه انتقادی همیشه به خیلی قضایا دارم اینه که طرف مقابل این مسلمانان حالا گرچه بین هم اندیشان بنده هم هست به خاطر اینکه فضا آزاده هر کی هر حرفی رو میتونه بزنه راحت میتونن یک داومندی اشتباه داشته باشن ادعای اشتباه کنن و کسی هم نیست در اون فضایی که هر فرد شاید رو هم بتونی نیم ساعت شاید یک ساعت صحبت کنه کسی بخواد مچ افراد رو بگیره و به این افراد بگی شما اشتباه کردید و این حرف شما اشتباه بوده از این رو من همیشه پیشنهاد دادم به خصوص حالا به مسلمانان اینه که اگر قرار باشه مبحث بر سر اینجور مسائل بنیادی باشه عموما باید فضا محصور باشه یک فضای بسته منظورم تا توضیح میدم چرا میگم فضای بسته اینه که اون صحبت ها آرشیف بشه اونها بمونه در جای ذخیره بشه یا اصطلاحا ضبط بشه ریکورد بشه این باعث میشه که اون فرد مقابل چه حالا بیدین باشه چه بادین نتونه هر ادعایی رو کنه هر داومندی رو داشته باشه هر گزاره ای رو عنوان کنه این کار بسیار خوبی است یعنی بارها بارها برای من پیش اومده حالا مسلمانان میگن که ما هم مناظره کنیم بحث کنیم تا زمانی که من میپذیرم همه چی اوکیه ولی خب وقتی من میام اون بحث رو محصور میکنم سر داستان به چیز دیگری در میاد یعنی نمیپذیرند از اینم بذارید بگذریم من فقط خواستم به طور خلاصه این رو بگم که دوستان نباید زیاد تن به این قضايا بدن گفتگو بسیار خوب است ولی نه گفتگوی آزادانه که هر فردی میتونه هر چیزی رو بگه که جدیدا هم مد شد حالا من میدیدم در این فضا بحث نظر شخصی بود هر کسی هر چیزی میخواست میگفت و میگفت این نظر شخصی منه که من همیشه در جواب میگفتم اگر نظر شخصی شماست یا خصوصی شماست چه لزومی داره که میاد در این فضا برای من میگید خب مال خودتونه پس بذارید واسه خودتونم بمونه اگر میگید که درش حقیقتی هست اون دیگه بحث عقل و استدلال و تعمیم و اینها میاد وسط اگر میگید درش حقیقتی نیست که برای خودتون خوبه دیگه همونطوری که لباس مثلا منو که شما نمیپوشید چون لباس شخصی منه شما با قاشق یا مسواک شخصی من هم که نه غذا میخورید هم مسواک میزنید اون شخصی منه واسه من خوبه بس دقیقا اینجاست این هم مد شده یعنی یک جوری از انتقاد این دوستان فرار میکنند جایی که بحث میشد که حالا بیا صحبت کن این رو تعمین بده از این چه نتیجه میخوای بگیری این گزاره مستاقش کجاست این موردش کجاست نمیدونم کجا تجربه شده شاهد این از کجا آمده اینجا میشد بحث شخصی وگرنه تا پیش از اون اصلا بحث شخصی نبود عینا فرد مقابل داشت واقعیت و حقیقت رو گزارش میکرد از این هم بگذریم بذارید بپردازیم به بحث اصلی فکر کنم حدود پنج دقیقه در این رابطه صحبت کردم بحث اصلی من در رابطه با آقای خمینی است و نگاه اسلام به زنان ببینید در گذشته در جوامع حالا خیلی دور بریم میشه صحبت در رابطه با زنان کرد روانشناسان فرگشتی یا تکاملی اینها نظرات بسیار خوبی در این رابطه دارند که چرا مثلا چه شد که در طول تاریخ ما با دوره مواجه شدیم که زنها اومدن و مورد سرکوب قرار گرفتن چه سرکوب مالی چه جنسی چه اجتماعی چه هویتی حالا هر چیزی که بخواین اسمش رو بذارید توضیحات بسیار زیادی میشه در این رابطه داد بذارید من یک حالا توضیح دم دستی بیارم حالا اگر مجالی بود حتما این رو بیشتر میشکافم در نوبت دیگر پس در اینجاست که باید بدونید که زنان کلا جنس ماده یک اهمیت بسیار زیادی داره از خیلی جنبه در فرگشت به خاطر اینکه خب بخش از حیات رو پوشش میده حیات مثلا انسانی رو پوشش میده و کار دیگرش اینه که محافظ ژنهای ماست یعنی ژنهای ما رو محافظت میکنه نه ما در شکم خودش حالا دیگر حیوانات خب یه موضوع دیگری است از این رو موقعی که این قضیه پیش اومد و خطرات دیگری هم همراه انسانی بود حالا یورش قبایل دیگه یورش حیوان وحشی از این رو زنان رو اینها در این قارها میذاشتن در یک جای میذاشتن که از دسترسی دور باشه نمونهش رو شما در این جنگ ها هم میبینید مثلا وقتی میخوام به جنگ های کلاسیک بپردازن جنگ های مثلا رومیان و اینها اگر توجه کنید موقعی که ارتش میخواد از قلعه خارج بشه اولین کاری که میکنن یک عده زنان رو از یک حالا راه مثلا دیگری خارج میکنن از قلعه که اگر دشمن یورش اوورد دستش به این زنها نرسه چون بسیار مهم بوده و از این باب این قضیه باعث شد که زنان محصور بشن یعنی یک حساری دور زنان کشیده بشه زنان باید همیشه در خانه بمانند زنان رو از معاشرت باز می داشتن به خاطر اون مسائل جنسی و چیزهای از این دست تصور کنید اینها رو گمون میکنم این قابل فهم باشه برای همه دوستان در اسلام تقریبا داستان به همین گونه است به ویژه تاریخ قبل از اسلام در شبه جزیره عربستان قبل از اینکه محمد بخواد بیاد لاف پیامبری بزنه تقریبا داستان همچنینه ولی خب یک آزادی هایی برای زنان بود یعنی زنان رو خب میتونستن به رهبری برسن زنان دارای حکمیت بودن میتونستن بیان یک حکمی رو صادر کنن زنان میتونستن تاجر بشن و چیزهای از این قبیل شوهرشون رو خودشون انتخاب میکردن مثلا خدیجه محمد رو انتخاب کرد اونجور که من از تاریخ دریافتم که امیدوارم درست باشه اگر حالا دوستان یادت دارم میتونید در این رابطه صحبت بیشتری کنیم ولی تو که من خط تاریخ رو خوندم دقیقا همین بوده که اصلا خدیجه محمد رو انتخاب میکنه و این داستان پیش میره تا موقعی که اسلام روی کار میاد ولی اسلام یک بدی داره که یک نگاه متفاوتی با خودش به همراه میاره نسبت به زنان دیگه زنان از اون شن و مقامی که در زمان حالا به قول مسلمان جاهلی که البته من اصلا قبول ندارم دوران جاهلی بوده اتفاقا اتفاقا این شکوفایی خود عرب در اون دوران بوده که اینا میگن جاهلی اینه که اسلام میاد و اون نگاه رو خیلی تقویت میکنه یعنی اون نگاهی حالا یک خورده سرکوبگرانه رو در محوریت خودش قرار میده و این رو تقویت میکنه تا کار به جای میرسه دیگه سرکوب زنان در اسلام یک چیز دستوری میشه یعنی تجویز میشه که شما باید زنان رو سرکوب کنید به طور مثال در خانه باید بذارید زنان رو باید روشون یه پارچه بپوشونید کسی نباید زن شما رو ببینه غریبه نباید زن شما رو ببینه زن شما نباید با مرد غریبه در معاشرت باشه و قص من کاری به اونها ندارم اون یه بحث بسیار طولانی است من باید احادیث رو بیارم روایت ها رو باید برای دوستان بیارم که دوستان بیشتر روشن بشن و بدونن که ادعای من از چه سمت سویست بذارید بپردازیم به آقای خمینی اگر بخوام در رابطه با آقای خمینی صحبت کنم ببینید این فرد یک اسلامگرای راستینه یعنی میشه از این فرد به عنوان مستاق یک اسلامگرا صحبت کرد فردی که توی ادبیات خودش هم حاضر نیست به اسلام پشت کنه توی ادبیات نگارشی که به این خواهم پرداخت که اصلا محور بحث من هم همینه توی ادبیات خودش توی احکامی که هست توی مباحثی که مطرح میکنه حاضر نیست کوچکترین ده ده نگاه بدبینان به اسلام داشته باشه حاضر نیست که اسلام رو کنار بذاره شاید یک جاهایی چشم پوشی کنه یعنی نگاه نکنه بگه اوکی میپذیرم این رو ولی اون هم اگر دقیق بشین در قضیه میبینیم به خاطر نجات اسلام بوده خودش بارها بارها در بیاناتش بوده که اگر حفظ نظام اسلامی یکی از بزرگترین واجباته یعنی شما برای حفظ این نظام میتونید بدیهی ترین قوانین رو هم کنار بذارید مثلا شرب خمر خوردن مشروب که مبحث بسیار طولانی است این خود این قضیه ولی نگاه بسیار بدبینانه این خمینی به زنان داشته و ظهور این رو میشه در رساله این فرد دید بذارید من رساله این فرد رو نشون بدم برای دوستان تهیه کردم از سایت خود ایشون که همون میکنم جالب باشه بله رساله توضیح المسائل امام خمینی در سایت خود ایشون هست دوستان میتونن مراجعه کنن نگر از خودش در میاره به خصوص دوستان مسلمان در برگ 389 ببینید دوستان من کاری به محتوای امر ندارم یعنی این آقا چی گفته فقط شما باید ادبیات رو مورد بررسی قرار بدید چون من گفتم این فرد در ادبیات خودش اسلام رو رعایت میکنه مسئله 2468 اگر انسانی با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید دیگر نمیتواند آن دختر را برای خود عقد کند من پس کانان روشنه نگاه کنید به لفظ انسان اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده بیاین بعدی رو نگاه کنید 2469 مسئله 2469 اگر انسان با دختری ازدواج کند دیگر نمیتواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید مسئله 2470 انسان نمیتواند با دختری که مادر یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده ازدواج کند ببینید دختری انسان اگر خوب توجه کنن دوستان بسیار ساده است این قضیه لفظ یا واژه یا لغت انسان رو این فرد برای زن به کار بره این واژه رو فقط برای مرد به کار میبره جالبی کار اینجاست میخوام این رو نشون بدم که نگاهی که این افراد دارن به زنان این چنینه یک نگاهی حتی ناانسانیه میگن شما در طبقات انسانی نیستید در بعضی از این گفتار متکلمین هست که میگن حتی زن جنسن حیوانه یعنی در طبقات حیوانه ولی به خاطر تولید مثل ما ناچاریم رو در طبقه انسان جا بدیم به خاطر اینکه مرد بتونه با اون بخوابه و بچه تولید کنه این نگاه بسیار منفی است این نگاه بسیار بدی است که البته که البته این رو هم عرض کنم در نگارش های جدید از این رساله آقای خمینی این تغییر پیدا کرده این انسان رو کردن زنان حتی من جستجو کردم شما ببینید در هر جا که مبحث انسان مطرح شده منظور مردان بوده نمیدونم بالغ بر 772 بار این واژه به کار رفته در رساله توضیح المسائل ایشون و اینجا میبینید بخش رو و میبینید که بحثی از زن به میان نمیاد یعنی میگه انسان نمیتواند با دختری اگر حالا من سوال میکردم از این دوستان حالا مبلغین در همین کلاب هاوس چندی پیش تفره میرفتند از این رو میگم که باید ضبط کرد از این رو میگم باید ریکورد کرد و این رو ذخیره کرد که به صورت یک تولید محتوا در بیاد و این رو به بقیه نشون داد تا دیگران هم مطلع بشن از قضایی ولی موقعی که به این مبحث میرسن تفره میرن این دوستان و مسلمان ما و این ببینید این نگاه این نگاه خمینی به زنان بوده حالا ما میایم در یک دوره تاریخی خاصی این هم عرض کنم که یک لایحه تصویب میخواد بشه در مجلس ایران به نام انجمن ایالتی ولایتی یا ولایتی این لایحه کلا مفادش این بوده که زنان حق رأی داشته باشند و کسانی که حالا بهاییان زرتشتیان مسیحیان یهودیان و باقی ادیان میتونن بیان در امور دولتی شرکت کنن بیان کار انجام بدن بیان کار کنن بدون اینکه بخوان قسم به دین خاصی بخورن این مبحث کلی این لایحه بود حالا اینجا آقای خمینی از اینجا معروف میشه یعنی واقعا پا به میدان میذاره و ما با چهره خمینی رو که سر صدا میکنه اینجا میبینیم با تلگراف هایی که میفرسته به اون شاه فقید به،, به قول آیت الله های دیگه به مبلغین دین دیگه که من حوصله ای نیست بخوام همه اینها رو بخونم بذارید دو نمونه نشون بدم که ببینید این مسلمانان این مبلغان دینی که الان میان باد گلوی حقوق انسانی میزنن باد گلوی نمیدونم زینت بخشی به زنان در اسلام میزنن اینها چگونه بودن و حالا چگونه شدن که البته همه اینها من عرض کنم تقیه است اینها به راستی دوستان اعتقادی بر رأی زنان ندارن اعتقادی به برابری حقوقی زنان ندارن اینها ولی چون میگن که ما در یک دنیای مدرنی زندگی میکنیم 50 درصد از جمعیت حالا کم و بیش فکر می کنم 48 درصد این از جمعیت ایران رو زنان تشکیل میدن راهی نیست برای اینکه یک وچه برای خودمون درست کنیم باید اینها رو وارد میدان کنیم بحثشون اینه و اعتقادی ندارم به این قضیه که زنان حتی میتونن کاری انجام بدن ولی خب چیزی که هست میگن آقا با همین بعد تا کنیم چشمون رو میبندیم نگاه نمیکنیم به این قضا یعنی اگه زنی مثلا شده کاری ما نگاه نمی کنیم که این زن شده کاری شده مثلا نمی معاون قاضی به طور مثال یا میخواد مثلا این زن در اتوبوس رانی شرکت کنه بره مثلا راننده اتوبوس بشه یا در قایق رانی یا کشتی رانی چشمان خودمون رو میبندیم کاری نداریم به این قضایا بذارید بگذره این حکومت اسلامی است بعد سر پا بمونه اینه داستان بذارید من بیارم این رو بله آقای خمینی یه تلگراف به محمد رضا شاه پهلوی اون شاه فقید میزنن زمان 17 مهر 1341 مکان قم موضوع هشدار امام در مورد تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخاطب پهلوی محمد رضا بسم الله الرحمن الرحیم حضر... حضور مبارک علا حضرت همایونی خب ایشون می نویسند دوستان پس از اهدای تحییت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر است دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده همون توضیحی که دادم برای دوستان و به زنها حق رای داده است دوستان. از سایت کتابخانه مدرسه فقاهت هم برای دوستان میخونم این چیزی نیست که خودم در آورده باشم و این امر موجب نگرانی, نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب داغوی ملت مسلمان شود روح الله موسوی خمینی هم نداشته اینجا دوستان این تلگراف که می نوشته روح, روح الله موسوی می نوشته بعدا خمینی مثل اضافه می کنند که من شنیدم در این رابطه من چیزی رو نخوندن ولی میدونم یه همچین بحثی مثل اینکه هست حتی خیلی ها کرده بودن که این چرا روح, الله موسوی شده بعد شد روح الله خمینی همچین بحثی کاملا مشخصه میگه که آه ادعای ما این مصدعی منظور ادعای دیگه اون خواسته خواست ما اینه که نکنید این, مقایر با دین مقدسه اسلامه این دین مقدسه که ما رو بدبخ کرده حق رای زنان و این بیچارگانه به قولی های دینی هم که اصلا حق رأی دادن و انتخاب شدن برای مجلس و اینها رو ندارند اینه داستان خودتون قضاوت کنید بحث بس بسیار ساده است خمینی این دوستان این چهره خمینی این نگاه اسلام به زنان یعنی این به انسان ها یعنی این شما به خاطر اون باور مذهبی که داری برو گم شو اصلا جایی در این دولت و ملت نداره جایی در این جایگاه نداره اگر شما رو هم نمی‌کشیم به خاطر اون ترحمی است که نسبت به شماها داریم به خاطر اون رگه انسان مداری ماست که شما رو سر به که من بارها گفتم اگر اینها اگر اینها قدرت رو از محمد رضا شاه نمی گرفتن, اگر قدرت رو از پادشاهی مدرن ایرانی نمی گرفتن و از قجری ها گرفته بودند وضعیت ما الان از بعضی کشورهای آفریقایی هزاران مرتبه بدتر بود شک نکنید می دونم شاید ادعای خیلی عجیب برای شما باشه ولی شما ببینید در سال 1341 این حرف رو میزنه یعنی اون مدرنیته بوده که میخواسته بیاد به زنان حق رأی بده میخواسته بیاد اقلیتهای های مذهبی و قومی و قبیلهی و اینها رو وارد سیاست کنه جامعه مدرن درست کنه یک همچین فردی میاد ما نمیشه آقای روح الله موسوی کلی دوستان کلی صحبت کرده در این رابطه من از دوستان تقاضا دارم حتما برید بخونید این تلگراف هایی که زده تمجید هایی که کرده مثلا ب... مثلا نمونش به اون آخوند فلسفی که چندی پیش فوت کرد نامه بر برایشون نوشته بود که مرسی از شما ممنون از شما سپاسگزاریم از شما به خاطر دفاعی که از اسلام کردید حال دفاعیشون چی بوده رفته گفته آقا نه حق رای به زنان بدین این دفاعی نه از اسلام بوده حالا این مبلغه این دین میان صدای خودش رو ما کلف میکنن که بله آقا شما اسلام درست فهمیدیم ما مبلغه دین فهمیدیم خب بیاین جواب بدین حالا حالا میپرسین چرا که ایشون مثلا در انقلاب یه دگرگشت داشت یه تغییر داشت به خاطر اینکه ناچار بود راهی نبود باور کنید اگر ایشون مثلا سال 1335 اومده بود این اینجوری نبود قضیه چون فکر میکنم سال 1145 یعنی حدود 4 -5 سال اون انقلاب سفید شاه ملت میشه و ما میبینیم که حق رئیس داده میشه به زنان دیگه کسی هم جوعت مخالفت نداره چون اینجا دیگه محمد ناچار میشه از اون قوای قهری استفاده کنه ده این انجمن ایالتی و ولایتی دوستان این به تصریب نمیرسه متاسفانه چون زیاد باش مخالفت میکنن و مردم آگاه نیستن پیرو این مبلغین دینن ناچار میشن این کنار بذارن حکومت و دولتیه یه عقب نشی نسبت به این قضیه میکنه ولی در اون انقلاب سفید با یه قدرت بیشتری میاد که کسی جرأت نداره دیگه مخالفت کنه میگم گاهی اوقات استفاده از ابزار زور به نظر من نیاز اینجا یعنی شما اگر بگید که غیر اخلاقی بوده من یه خورده بس توش دارم شاید غیر اخلاقی بوده ولی ناچاریم استفاده کنیم یعنی شما ناچاریم برین در قوم بگیم که آقا صحبت کردین میخواین مانع از احقاق حقوق زنان بشیم با شما برخورد میکنیم زندان میکنیم شما رو راهی جزی نیست در تمام کشورهای متمدن هم این چنینه یعنی مثل این که من الان در آلمان برم بگم بعد حق رای رو از زنان گرفت خب من چیکار میکنم میگن آقا شما ضد حقوق انسان ها داری صحبت میکنه و برو تو زندان تمام شد رفت مبحث بسیار ساده است آها تا یادم نرفته برای دوستان برگش رو هم بگم صحیفه امام جلد اول برگ 78 خب از کتابخانه مدرسه فقاهت هم میتونید این رو به در... 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 دست بیارید و بگیرید این رو در سایت خود ایشون هم اینها هستن فکر میکنم پی دی اف این هم هست میدونید خب این گفتار ایشون که به رایگان در خیلی جا پخش میشه هست ب... بگرید در فضای مجازی به راحتی پیدا میکنید اتفاقا جلد اول این صحیفه یا این کتاب خیلی جاش به این قضیه انجمن ایالتی ولایتی پرداخته شده از این بگذریم یه صحبت دیگه ایشون دارن میگم صحبت بسیار زیادی که یه خورده شاید میگم وقیهان است یعنی خیلی خیلی آدم رو چندش میده این حرفای خمینی این همین همچین انسانی بوده این روشنفکران به اصطلاح روشنفکران هم دنبال همچین فردی افتاده بودن این حزب توده یا میگن که ما خمینی رو نمیشناختی، نمیشناختیم نمیشناختیم دوستانی همچین شخصیتی بود این حرفا رو میزده میگفته حق رای به زنان این مغایر با اسلامه من میگم ما نمیشناختیم نخونده بودن نمیدونستین آقا یکی اومده با مهندس شاد مخالفت کرده ولی داستان چیه داستان این نیست اتفاقا خیلی خوبم میدونستان اینها اینها نه که ایدولوژیک بود میگفتن آقا کثیف ترین انسان خیلی عزم میخوام بذارید بی صحبت کنم کثیف ترین انسان روی کره زمین بیاد با محمد رضا شاه بجنگه قیام کنه ما پشت اونو میگیریم این هم به خاطر اینکه از اون از مارکس یاد گرفتن خود مارکس در پایان مانیفست حزب کمونیست دقیقا سراحتا این رو میگه میگه آقا ما از هر گروهی که بر ضد نظم سرمایه داری قیام میکنه ما باش موافقیم حالا هر کی میخواد باشه باشه این هم دقیقا از اینه مرتجع ترین فرد روی کره زمین رو اینا از رفتن پدافند کردن اینو واقعا آدم هرس میخوره در شهر قوم یه ده ده صحبتی داره ایشون بین چند تا از این علما از این مبلغان دین بذارید خیلی جالبه میگه قانون این کشور قانون امام جعفر, جعفر صادق است این بحث جمهوریت رو میکنن جدیدن باب شده مناظرات این منتصبان به ریاست جمهوری دوستان دنبال کرده باشن ما آمدیم از جمهوری دفاع کنیم میگه حرف اسلام نمیزنن دلش هم میدونین چی شو بخاطر بهشون گفتن گفتن آقا اگه بخوایم بریم اونجا شروع کنید به حرفای اسلامی زدن مطمئن باشین هیچ رأی نمیارین چون مردم از اسلام بیزار شدن دیگه خب دیگه فقط در حد یک بسم الله الرحمن الرحیم میگن و میرن جلو دیگه بحث جمهوریت شده دیگه این بحث جمهوریت که میکنن اینها یا قانون این کشور قانون امام جعفر صادق است آخه مرد حسابی شما که می مثلا جمهوریت میخوای دفاع کنی بگی این با اسلام جور در میاد خب یا اینو توضیح بده در جمهوریت مگه مردم نمیتونن که قانون رو بردارن این قانون جدید به جاش بذارن وقتی قانون کشور قانون جعفری باشه که این قابل تغییر نیست دیگه اگه قابل تغییر باشه اون فقه جعفری بهش نمیگن که حرف حسابشون اینه شما حق دارید بیاین رأی بدین رئیس جمهور انتخاب کنید اوکی حق دارید بیایید که نماینده مجلس انتخاب کنید اوکی آقا خانوم مگه همه جمهوریت مگه به رأی دادنه خب بعدش چی من رأی میدم که یه قانون تغییر کنه من رأی میدم که مثلا به زنان برابر با مردان ارث برسه خب اون موقع چی میگین شما میگین چون قوانین ما قوانین اسلامی قابل تغییر نیست خب این چیش جمهوری آخه این چیش جمهوریه این میشه اسلامی این میشه حکومت اسلامی که خود خمینی هم قشنگ گفته وقتی شما میگین قوانین این کشور منتسب به یک فرد خاصی خب و اون فرد هم دارای یک امر قدسی دیگه قابل تغییر نیست این مباحثی که جمهوریت معنا نداره جمهوریت یعنی عقل انسانها تاریخ و تجربه داره حکومت میکنه با توجه به آرای مردم و یک ملزوماتی هم داره که اون رأیی که افراد میدن نمیتونه حق رو از کسی دیگری به ستانه یعنی من نمیتونم بیام در آلمان یک حزبی راه بندازم که آقا این حزب ما کارش چیه اینه که مثلا بره حق رو از مسلمان ها بگیره بگیم بله این کشور یک کشور مسیحی است مسلمان ها به چرق تو کشور ما میان ما حق رأی از اینها میگیریم خب این چی میشه؟ این میشه مقایر... مقایرت با حقوق انسانی یعنی شما حقوق انسانی رو سرب کردی ازشون حالا ما میخوایم حقوق انسانی رو بدیم میشه مقایرت با اسلام دوستان یعنی حق مثلا برابری زنان با مردان رو میخوایم بدیم میشه مغایرت با اسلام میخوان حق رأی زنان رو بهشون بدم میگن آقا حق این هاست میگن بعد این مقایرت با اسلام این مقای... مقایرت با قانون ده... امام جعفر صادق بذارید بخونیم میگه این کشور قانون قانون اسمیش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع ظهور امام زمان این قانون باقی بماند یعنی اعتقاد داشته دوستان نکنید اعتقاد داشته به مسئله وجود قانون و حکومت اسلام این چیز... چیزی نیست که حالا فکر کنید اینو دو ماه قبل از انقلاب به دست آوردی یعنی از همون سالها به این موضوع اعتقاد داشته بحثی که داره میکنه اینجاست فقط یه گزار اضافه میکنه که بله آقا اگه قانون مال امام جعفر صادقه و باید منتظر ظهور بمونیم چرا خود ما حکومت نکنیم یعنی توی اون کتاب ولایت فقیه اینو توضیح میده بعض همینه بعد یک بیشتر میکنم یا چرا ما نباید خودمون حکومت کنیم از کلیه علما بخوایی تا آنها بخواهند فرستاده آقای بهبهانی نزد من آمد و گفت من تا آخرین نفس برای موضوع اقدام میکنم دولت باید بنویسد در روزنامه های رسمی که این عمل نقض شده و علنا به مردم اعلام کند شنیدم آقای فرماندار گفته از دولت کار دارد چه کاری از این کار واجب تر است که رضایت 20 میلیون جمعیت را فراهم کنند چون از 10 میلیون نفر جمعیت زن ایران فقط 100 نفر زن هر جایی مایل است که این کار بشود منظور چیه؟ منظور همین قضیه حق رعیه. میگه از ده میلیون زن در ایران فقط یکصد نفر زن هر جایی مایل هستند که این کار بشه. منظور حق داشته باشن. این زن هر جایی که مشخصه دیگه. زن بد من نمیخوام معنیش کنم ببین همچین انسان بذارید اصطلاح پروفسور انصاری رو به کار ببرم همچین انسان, انسان گجستکی بوده ملعون در فارسی خیلی ملعون بوده این فرد علنا میرفته با حقوق زنان مخالفت میکرد خودش درگیر کرده با حقوق زنان بعد ایشون رو زندان میکردن تو دیها، این, این چپیها، ها اینا که باد گلو روشن فکری میزنن ما مارکس خوندیم همه چی دنیا رو میفهمیم اینها آقا آزادی بیان در ایران وجود ندارد خب عزیزان بعد با این چه کار کرد با همچین فرد در آلمان چه کار میکنن الان هستن احزاب دست راستی این افرادی که میان توی خیابون شعار ضد مهاجرت میدن شعار ضد مسلمون میدن نه ضد اسلام ضد مسلمون ها نفرت پراکنی میکنن دولت آلمان چیکار میکنه اینها رو یا آقا شما دارین حقوق بنیادیه یک سری انسان رو سلب میکنید این حرف شما مقایر با اخلاق مقایر با تمام قوانین مشخص بشریه اینا رو زندان کنیم این آقا رو بعد چه کار میکردن بعد نمیدونم ما چش میکرد چاره نمیدونم بعد چه کارش میکرد واقعا عجیبه ولی متاسفانه خب مردم آگاه نبودن در سال 41 بود مردم آگاه نبودن یعنی اگر مردم آگاهی داشتن به راحتی میشد اینها رو اصلا برد توی کربلا و نجف به این آب اونجا زندگی کنند اصلا جای شما تو ایران نداریم شما حقوق بنیادی انسان مردمان ایران نمیپذیرید ده میلیون زن در این جامعه اون جامعه داشتن زندگی میکردن این میگفت صد نفرشون حاضرن برن رأی بدن به خاطر اینکه هر جایی هستن این زنان این نگاه اینه. این نگاه خمینی به زنان دوستان این همین نگاه همینجا این فرد وقت میاد میگه انسان و زن نمیگه مرد و زن نمیگه هر دو انسانند این تایش به کجا میرسیم به اینجا میرسیم بله حالا چهار پنج نفرم که میخوام رأی رای خودشون رو بگیرم بیان تو خیابون اعتراض کنن اینا هم هر جاییان. خب خودتون هم بهتر میدونین دوستان که این زن هر جایی تو استان بازم این معانی دیگری داره یعنی اون زنی که شما میتونین بکشینش اون زنی که گناهکار اون زنی که خیلی پست بی و و و هزاران مواص فقیه دیگر یعنی این هر جایی گفتن از دهن یه لات سر کوچه بیرون نیمد و از دهن کسی بیرون اومده که شرع مطالع خودشو خودشو و مطالعه کرده خودش رو فقیه میدونه خودش رو عالم دین میدونه وقتی عالم دین میگه زنه هر جایی قضیه خیلی داستان داره یعنی بیا برو تو احکام زنا و چه میدونم فحشا اون داستان ها هست شما رفتی رای دادی حالا شانس آوردیم میگم اینم میگم شانس آوردیم شانس آوردیم چون از انقلاب سفید تا سال 57 خیلی گذشته بود و این نمیشد از زنان این رو پس گرفت اون هجابم هم به خاطر حمایت احزاب دیگر بود که اتفاق افتاد یعنی احزاب دیگر مثل احزاب چپی حالا احزاب راستی فرق نمیکنه اینها نیومدن پشت زنان رو بگیرن و مخالفت کنن با این قانون هجاب وگرنه این هم جلوش رو گرفت تا دو سال اول هم همه شاهد بودند که این اتفاق افتاده بود حالا اونجور که تصاویر و گفته به دست من رسیده این قضیه بود یعنی زنان میتونستن راحت آزادانه این ور برن با بدون داشتن حجاب الزامی نبود این الزامی شدنش دوستان از اینجا میاد اگر انسان با زنی ببینید میگم خیلی مهمه اینها رو کنار هم دیگه بذارید شما راحت میتونید بفهمی قضیه از چه قرار یعنی اگر ما در گذشته بودیم سال مثلا 41 بودیم 42 بودیم اینا رو کنار هم دیگه میذاشتیم میفهمیدیم که آقا این کسی که داره صحبت میکنه فارغ از اینکه ما سخنرانی این رو شنیده باشیم تلگراف این رو دیده باشیم میتونیم بفهمیم یه اعتقادی به زنان نداره این زنان رو یه دست خیلی عز میخوام ببخشید از من یک وسیله تولید مثل میدونه اون هم چون راهی نیست اگر راه دیگری بود حتما یه راه دیگری میرفتیم یه وسیله یک کالاس برای تولید مثل کردن از این هم بگذریم دوستان عزیز بحث و حدیث که بسیار زیاد داره اگر مجالی بود باز هم به صورت پادکستی برای دوستان مباحثی رو مطرح میکنم شاید جالب باشه حالا دو دوستانی که میدونستند که هیچی شاید بعضی دوستان خبر نداشته باشن از این واقعیت ها به نظر من نیاز واسه بحث وارد بحث شدن با این مبلغین دین خیلی وقتا از این گزارها باید استفاده کرد تا وارد قرآن و چیزهای تفسیر پذیر و تعویل پذیر و اینها شد بدرود میگم امیدوارم روزگار خوبی داشته باشید